بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما دانش آموزان عزیز. ما توی این جلسه سوالات مربوط به لوله های یوشکل رو ادامه خواهیم داد و سوالای جدیدی رو از بحث لوله های یوشکل حل خواهیم کرد. با ما همراه باشید. اولین سوال این جلسه: با توجه به شکل مقابل فشار گاز محبوس چند سانتی متر جیوه و چند پاسکال است؟ توی قسمت به هم فشار پیمانه‌ای گاز محبوس رو از ما خواسته. خب توی اینجور سوالا قرار شد دو تا نقطه همتراز از یک مایع رو انتخاب بکنیم و فشارهای اونجا رو یکسان قرار بدیم. بچه‌ها این نقطه با این نقطه از جیوه، هر دوشون جزی از جیوه هستند، پس چون همترازن فشارهاشون یکسان خواهد بود. پس ما می نویسیم پی آ برابر با پی بی. در نقطه آ چه فشارهایی داریم؟ یه فشار ستون آب رو داریم، یه دونه فشار گاز رو داریم. برای گاز هم دیگه روژه هاش نمیخواد بنویسیم. یادتونه گفتیم گاز در محفظه های کوچیک نقطه پایینی و بالایش اختلاف فشار ندارن، یعنی فشار گاز در تمام نقاط این گاز یکسانه و ما فشار رو در این نقطه بالایی آب میخوایم که دقیقا برابر با فشار گاز هست. پس می‌نویسیم فشار گاز برابر با. در نقطه بی یه ستون جیوه داریم، پی جیوه، یه دونم فشار هوا. خب ما گفتیم این رابطه رو شروع کنیم می‌نویسیم، بعد باید تشخیص بدیم توی این رابطه فشارها رو بر حسب چه یکایی قرار بدیم. با توجه به مسئله نگاه میکنیم میبینیم بر حسب سانتی متر جیوه خواسته از ما، فشار هوا هم سانتی متر جیوه به ما داده، پس باید ما تک تک این فشارها رو سانتی متر جیوه قرار بدیم. اینجوری راحت تر میتونیم مسئله رو حل کنیم. ببینید اگه بخوام بر حسب پاسکال حل کنم، باید برم این فشار آب رو براش روژه هاش بنویسم، فشار جیورم روژه هاش، این فشار هوا که 76 سانتی متر جیوه هستم به پاسکال تبدیل کنم، آخرش این فشار گازمون بر حسب پاسکال به دست میاد. یعنی یه قسمت مسئله رو حل کردیم ولی بازم باید به سانتی متر جیوه تبدیل کنم. خب چه کاریه؟ از همون اول هر 4 تا فشار رو سانتی متر جیوه به دست جایگذاری میکنم و فشار گاز رو بر حسب سانتی متر جیوه به دست میارم، بعد به راحتی به پاسکال تبدیل میکنم. خب بچه‌ها الان فشار آبمون بر حسب سانتی متر جیوه چقدره؟ اینو باید تبدیل بکنیم. ما باید ببینیم این 13.6 سانتی متر آب معادل چقدر جیوه است، یعنی به جای این چقدر جیوه قرار بدیم که همون فشار رو ایجاد بکنه. خب یاد گرفتید قبلا گفتیم دیگه، میگیم روی مایع هاش مایع برابر است با روی جیوه هاش جیوه. ما میخوایم هاش مایع رو به هاش جیوه تبدیل کنیم، یعنی میخوایم همون فشار رو ایجاد کنه. خب روی مایع ما چقدر هست؟ 13.6 روی آب هست دیگه، 1 هست ضرب در هاش مایع همون 13.6 هست برابر با روی جیوه. خود سوال داده 13.6، دنبال این هاش جیوه هستیم. هاش جیوه چقدر به دست میاد؟ 13.6 با این 13.6 ساده میشه، میشه 1 سانتی متر، 1 سانتی متر جیوه. پس اگر به جای این، اگه بخوام این 13.6 رو بردارم، 13.6 سانتی متر جیوه رو، آب رو بردارم به جاش جیوه بذارم، باید 1 سانتی متر جیوه قرار بدم. پس فشار آب بر حسب سانتی متر جیوه چقدر شد؟ 1. فشار گازمون مجهول هست. فشار جیوه دیگه اینجا نیاز به تبدیل نیست، خود جیوه است دیگه. پس چه فشاری در از ناحیه جیوه داریم؟ 15 سانتی متر جیوه. علاوه فشار هوا هم که خودش بر حسب سانتی متر جیوه داده. بچه ها از اینجا فشار گاز رو به چی به دست میاریم؟ فشار گاز میشه 15 به علاوه 76 منهای 1 میاد این بر، میرسیم به عدد 90. در واقع فشار گازمون 90 سانتی متر جیوه به دست اومد. خب سانتی متر جیوه شو پیدا کردیم، حالا باید به پاسکال تبدیل کنیم. برای تبدیل به پاسکال چی کار میکردیم؟ از این رابطه استفاده میکردیم. دقت بکنید، پی برابر با رو ژه هاش، اینجا بر حسب پاسکال به دست میمد، اینم سانتی متر جیوهمونو به متر تبدیل میکردیم، در واقع متر جیوه اینجا قرار میدادیم و تبدیل میشد. ببینید پی مجهول ما هست، روی ما هست 13600. چرا 13600؟
چون 13.6 رو باید تبدیل کنیم به واحدش در SI، یعنی ضرب در 1000 کنیم، گرم به سانتی متر مکعب رو تبدیلش کنیم به کیلوگرم بر متر مکعب که ضرب در 1000 کردیم. جی هم که گفته 10 بگیریم. چی رو می‌خوایم تبدیل کنیم؟ 90 سانتی متر جیوه چند متر میشه؟ میشه 0.9 متر جیوه. اگر این رو ضرب بکنیم به عدد 122400 پاسکال میرسیم. خب حالا میخوایم فشار پیمانه‌ای گاز محبوس رو پیدا بکنیم. بچه‌ها فشار پیمانه‌ای یعنی چی؟ اختلاف فشار گاز و فشار هوا رو میگفتیم. در واقع فشار گاز منهای فشار هوا رو میگفتیم فشار پیمانه‌ای. خب نگاه کنید این رابطه رو بچه‌ها. من این فشار هوا رو میبرم اونور، میشه فشار گاز منهای فشار هوا برابر با این فشار جیوه اینجا بمونه، از اون طرف فشار آب بیاد این طرف، فشار آب. بچه‌ها فشار گاز منهای فشار هوا رو چی گفتیم؟ گفتیم فشار پیمانه‌ای. پس این شد فشار پیمانه‌ای پی جی برابر است با فشار جیوه. خب میخوایم سانتی متر جیوه قرار بدیم. چقدر هست فشار جیوه؟ 15 سانتی متر. فشار آب چقدر هست؟ پیدا کردیم فشار آب 1 سانتی متر جیوه بود که میشه 15 منهای 1 میشه 14 سانتی متر جیوه. این فشار پیمانه‌ای گاز بر حسب سانتی متر جیوه. برای تبدیلش دوباره از همین رابطه استفاده میکنیم. پس میخوایم به پاسکال تبدیلش کنیم، میشه 13600 ضرب در 10 ضرب در 14 صدم که میشه 19040 پاسکال. سوال بعدی رو ببینید. گفته با توجه به شکل مقابل فشار گاز درون مخزن چند پاسکال است؟ توی قسمت ب هم فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن رو از ما خواسته. خب توی شکل ما باید دو تا نقطه همتراز از یک مایع رو انتخاب بکنیم. خب این دو تا نقطه نقطه‌های مناسبی هستند، نقطه آ و نقطه B همترازن و هر دو جزء مایع شماره یک هستند. خب پس بنابراین پی آ برابر با پی بی خواهد بود. بچه ها در نقطه آ فشار چقدره؟ در نقطه آ ما فقط فشار گاز رو داریم، فشار گاز. گفتیم دیگه چون گاز چگالیش کمه و این ظرف ما کوچیکه، انقدر ارتفاع نداره که نقاط مختلف مخزن فشار گاز توش متفاوت باشه، یعنی اون روجه هاشی وجود نداره. پس بنابراین فشار گاز در تمام نقاط این مخزن یک مقدار هست که به عنوان فشار گاز اینجا می نویسیم، برابر با توی نقطه B ما سه تا مایع داریم، مایع شماره یک به اندازه 1 سانتی متر، مایع شماره 2 15 سانتی متر، مایع شماره 3 2 سانتی متر. پس ما P1 به علاوه P2 به علاوه P3 رو خواهیم داشت. بچه این 4 تا فشار رو بر حسب چی قرار بدیم؟ چون سوال بر حسب پاسکال خواسته و صحبتی هم از سانتی متر جیوه نداشته و حتی فشار هوا رو هم به ما بر حسب پاسکال داده، بنابراین ما این فشارها رو بر حسب پاسکال قرار میدیم. ما اینجا یه دونه فشار هوا هم داشتیم، یادمون رفت بنویسیم، یه فشار هوا هم اینجا داریم دیگه. پس ما این 5 تا فشار رو بر حسب پاسکال قرار میدیم. دنبال این فشار گاز هستیم، برابر با P1 میشه رو 1 جی هاش 1، P2 میشه رو 2 جی هاش 2، رو 3 میشه رو 3 جی هاش 3، به علاوه فشار هوا هم 10 به توان 5 یا 100 هزار پاسکال هست. خب جایگذاری میکنیم. بچه این گرم بر سانتی متر مکعبه، من باید بر حسب پاسکال جایگذاری کنم، بر حسب SI جایگذاری کنم. گرم بر سانتی متر مکعب رو می‌خوایم به کیلوگرم بر متر مکعب که واحد SI چگالی هست تبدیل بکنیم و ضرب در 1000 کنیم. پس این میشه 6000 ضرب در 10 ضرب در ارتفاعش 1 سانتی متر. من بعد چی قرار بدم؟ بر حسب متر، یعنی 1 صدم به علاوه اینم میشه 3000 ضرب در 10 ضرب در 15 صدم به علاوه روسه ما 2000 ضرب در 10 ضرب در 2 صدم به علاوه این 10 به توان 5 پاسکال ما. خب این میشه 6
یه صفر و یه صفر این اینو از بین میبره اشارشو، میشه 600، این میشه 4500، اینم میشه 400، به علاوه 100,000 چقدر میشه؟ این میشه 1500 و 500، 105,500 پاسکال. این شد فشار مخزن، فشار گاز مخزن بر حسب پاسکال. خب فشار پیمانه ای از ما میخواد، فشار پیمانه ای از ما میخواد، این پی صفر ماه بچه، این پی صفر، این هم فشار گاز. این پی صفر رو ببریم اونور چی میشه؟ میشه پی گاز منهای پی صفر برابر با پی یک به علاوه پی دو به علاوه پی سه. اینو چند دست آوردیم؟ 600، این رو 4500، این رو هم 400، که پی گاز منهای فشار هوا میشد فشار پیمانه ای یا همون پی جی. پی جیمون پس برابر میشه با 5500 پاسکال. سوال 64 گفته درون لوله یو شکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده است جیوه با چگالی 13600 کیلوگرم بر متر مکعب و مایعی با چگالی نامعلوم رودو وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله یو شکل 101 کیلوپاسکال باشد چگالی مایع را تعیین کنید. خب ما مثل همیشه دو تا نقطه از یک مایع رو که هم تراز باشن رو انتخاب میکنیم. این دو تا نقطه، نقطه آ و نقطه بی، دو تا نقطه خوب هستن که هم ترازن و جزء مایع شماره یک هستن. پس پی آ برابر با پی بی. پی آ فشار در نقطه آ چی میشه؟ میشه یه روجه هاش که از مایع یک، یه دونم فشار در این نقطه ما فشار گاز رو داریم، فشار گاز در تمام نقاط این مخزن یک عدد معینی هست، در این نقطه همون فشار گاز رو پس خواهیم داشت. یعنی میشه فشار مایع یک به علاوه فشار گاز برابر با. در نقطه B یک ستون مایع شماره دو داریم، پس فشار مایع به علاوه فشار هوا. خب ما چگالی رو دو برامون مجهول هست، کافیه توی این رابطه جایگذاری انجام بدیم رو دو رو به دست بیاریم. پی یک ما میشه رو یک جی هاش یک به علاوه پی گاز، هم خودش داده 76 کیلو پاسکال یا 76000 پاسکال. پی دو ما میشه رو دو جی هاش دو به علاوه فشار هوا، هم داده 101000 پاسکال. جایگذاری میکنیم، رو یکمون هست 13600 ضرب در 10 ضرب در هاش یکمون 22 صدم. قرار شد اینا رو به متر قرار بدید، به علاوه 76000 برابر با رو دوی ما مجهول هست ضرب در 10 ضرب در هاش دوی ما 14 دهم، 40 رو تقسیم بر 100 میکنیم که به متر تبدیل بشه، به علاوه 101000. خب این رو دو ما مجهول هست، رو دو برابر میشه با 1102.4 کیلوگرم بر متر مکعب. سوال بعدی گفته در شکل مقابل فشار هوایی داخل مخزن یک را بر حسب پاسکال به دست آورید. خب ببینید بچه ها، ما اینجا یک لوله یو شکل داریم که از یه طرف وصل به کجا؟ وصل به مخزن دو. ببینید این گازی که تو مخزن دو هست میاد داخل لوله تا اینجا این لوله یو شکل رو پر میکنه. یه لوله یو شکل دیگه داریم از این طرف وصل به مخزن دو، از اون طرفم وصل به مخزن یک. خب برای حل این طور سوالات ما مثل قبل توی هر کدوم از این لوله های یو شکل دو تا نقطه همتراز یک مایع انتخاب میکنیم. الان پی آ مساویه با پی بی خواهد بود. تو اون یکی لوله یو شکل چی؟ تو اون یکی لوله یو شکل هم همینطور دو تا نقطه همتراز از این مایع انتخاب میکنیم، آ بی. بچه چون اینجا ما آ و بی گرفتیم، اینجا سی و دی انتخاب میکنیم که با اون قاطی نشه. یه سوال،
پی سی با پی آ و بی برابره یا پی دی؟ این چهار تا نقطه با هم فشارشون یکسانه؟ نه، همچین اشتباهی نکنید. پی سی به طور جداگانه با پی دی برابر خواهد بود، پی آ هم با پی بی برابر خواهد بود. هر کدوم از اینا رو بنویسیم روابطی رو در موردش خواهیم داشت. پس این چهار تا فشار با هم برابر نیستن. حتی اگه شکلمون طوری باشه که به نظر برسه که برابرن، لزوماً اینطور نیست و باید با روابط بهش برسیم. این دوتا با هم جداگانه برابرن، سی و دی هم همینطور. خب حالا این که از این شروع کنیم یا این، بسته به سوالمونه. سوالمون چی خواسته؟ فشار در مخزن یک رو خواسته. یعنی ما اگه بخوایم از این شروع کنیم، دو تا مجهول خواهیم داشت، یکی فشار مخزن یک و یکی هم فشار مخزن دو. ولی اگه از این طرف شروع کنیم، ما اینجا فشار هوا رو از این طرف داریم، این طرف هم فشار مخزن دو، پس یه دونه مجهول فشار مخزن دو رو خواهیم داشت تو این طرف که پیداش میکنیم. وقتی پیداش بکنیم کافیه حالا برای این بنویسیم اینم که داریم فشار مخزن یک به دست میاد. پس اول باید کدوم بنویسیم؟ پی آ مساوی با پی بی. بچه‌ها در نقطه آ فشار گاز مخزن یک مخزن دو رو داریم. نگاه کنید، این گاز مخزن دو اومده در نقطه آ، پس فشار مخزن دو در نقطه آ این رو داریم. در نقطه بی ما یک ستون از این مایع داریم و یه دونه فشار هوا، پس میشه رو جه هاش به علاوه فشار هوا. چون پاسکال خواسته دیگه همه رو بر اساس پاسکال قرار میدم، اینم رو جه هاش قرار دادم. فشار مخزن دو برابر میشه با رومون هست 2000. چرا 2000؟ گرم به سانتی متر مکعب رو میخواییم به کیلوگرم بر متر مکعب تبدیل کنیم، ضرب در 1000 میکنیم. ضرب در 10 ضرب در ارتفاعمون چقدر هست؟ ببینید اینجا 100 سانتی متر، اینجا 20 سانتی متر. اینجایی که ارتفاع ما هست میخواییم فشار رو در نقطه B پیدا بکنیم، میشه 80 سانتی متر. باید به متر تبدیلش کنیم که میشه 8 دهم متر به علاوه 100 کیلو پاسکال یا 10 به توان 5، 10000 100000 پاسکال. خب این میشه 8 ضرب در 2 16000 با 100000 میشه 116000 پاسکال. این شد فشار مخزن گاز مخزن 2. حالا میریم سراغ این رابطه. پی سی با پی دی برابره. پی سی میشه پی این ارتفاع از مایع به علاوه فشار مخزن یک. پی مخزن یک به علاوه فشار مایع رو جه هاش برابر با. در نقطه دی فقط فشار مخزن دو رو داریم. ببینید گازی که تو مخزن دو رفته اینجا قرار گرفته. در نقطه دی فقط فشار گاز مخزن دو رو خواهیم داشت. فشار گاز مخزن دو رو چند به دست آوردیم؟ 116000 جایگذاری میکنیم. 116000 این طرف هم فشار مخزن یک مجهول هست، به علاوه رومون 2000 هست، جی 10 و ارتفاعمون. ببینید اینجا 50ه، اینجا 30ه، این ارتفاع مایع ما چقدر میشه؟ 20 سانتی متر که به متر اگه تبدیلش کنیم میشه 0.2. خب این 0.2 با این 10 میشه 2، 2 ضرب در 2000 میشه 4000، میره اونور 116000 منهای 4000 چقدر میشه؟ فشار مخزن 116000 منهای 4000 میشه 112000 پاسکال. اینم فشار مخزن یک بر حسب پاسکال. سوال بعدی گفته در شکل روبرو مقدار هاش چند سانتی متر است؟ فشار هوای محیط رو 101 کیلو پاسکال، چگالی آب مایه که اینجا هست آب هست، چگالی آب رو 1000 داده و جی رو هم گفته 9/8 بگیرید. خب بچه‌ها من دو تا نقطه دارم، نقطه آ و بی، که با هم فشارهاشون یکسانه چون هر دو جزئی از آب هستن و همترازن. دو تا نقطه دیگه هم اینجا دارم، سی و دی. این دو تا نقطه هم همتراز این آب هستند و فشارهاشون یکسانه. این چهار تا با هم همفشار نیستن، این دو تا با هم هم فشارن و این دو تا هم با هم. حالا ما از کجا مسئله رو شروع بکنیم؟ پی آ مساوی پی بی رو شروع کنیم یا پی سی مساوی با پی دی؟ ببینید اگه با این شروع کنیم،
این فشار گاز آ از این ور معلومه، خب مشکلی نداریم. از این ور فشار گاز مخزن B رو نداریم و این هاش ما مجهوله، بنابراین کار درستی نیست از این ور شروع کنیم. ما میایم از این طرف شروع میکنیم. این طرف اگه شروع بکنیم، اینو که داریم، فشار هوا هم داریم، فشار مخزن گاز B به دست میاد. بعد از اینکه به دست اومد این دوتا رو مینویسیم، فقط هاشمون مجهوله که به دستش میاریم. خب بریم ببینیم چیکار میکنیم. P A مساوی با P B. بچه ها در نقطه A چه فشاری داریم؟ فشار این گازی که توی مخزن B هست. پس میشه فشار مخزن B در نقطه A برابر با در نقطه B یه دونه در واقع ستون آب داریم که فشارش رو باید به دست بیاریم. روی آب G هاش به علاوه فشار هوای محیط چقدر هست؟ 101000 پاسکال. اینو جایگذاری کنیم، فشار مخزن B رو به دست بیاریم، میشه 1000 ضرب در 9/8 ضرب در 110 سانتی متر. باید بر حسب متر بنویسیم، میشه چقدر؟ میشه 1.1 یا 1.1 به علاوه 101000. خب این رو اگه محاسبه بکنیم به 111780 پاسکال میرسیم. این شد فشار مخزن B. حالا میریم یه بار دیگه فشار C و D رو با هم برابر قرار میدیم. P C برابر با P D. بچه در نقطه C چه فشاری داریم؟ در نقطه C فقط فشار گاز A رو داریم که چقدر؟ 12 صدم مگا پاسکال. بچه مگا چند بود؟ 10^6. وقتی ضرب کنیم میشه 120000 پاسکال. در نقطه C این رو داشتیم. در نقطه D یه فشار آب داریم، یه دونم فشار مخزن B. فشار آب رو جه هاش آب به علاوه یه فشار مخزن B. بچه فشار مخزن B رو چند به دست آورده بودیم؟ 111780 که اینجا جایگذاری میکنیم. 120000 برابر با روی ما هست 1000 ضرب در 9/8. ارتفاعمون مجهوله، این هاش رو میخوایم. به علاوه فشار مخزنمون هم که 111780 هست. این میره اون طرف، تقسیم بر ضریب مجهول میشه. هاشمون تقریبا 84 متر میشه که بخوایم به سانتی متر بیان کنیم میشه 84 سانتی متر. سوال بعدی گفته با توجه به شکل رو یک چند گرم بر سانتی متر مکعب است. خب ما باز هم باید دو تا نقطه همتراز بگیریم مثل A و B و دو تا نقطه همتراز دیگه توی این مایه مثل C و D. فشار C با D برابره، فشار A هم با فشار B برابره. بچه ها دقت کنید، من اول P A رو مساوی P B بنویسم و حل کنم بعد برم سراغ C و D یا اول C و D؟ ببینید با توجه به اطلاعات مسئله، اگر من بیام P A رو با P B برابر قرار بدم، فشار هوا رو دارم، مشکلی نیست. اینجا فشار مخزن دو رو تو اینجا ندارم و وقتی میخوام روژه هاش این مایه رو بنویسم رو یکش رو چگالیش رو ندارم، پس دوتا مجهول، پس از این طرف استفاده نمی کنم. ابتدا میرم پی سی و دی رو مینویسم، فشار مخزن دو رو پیدا میکنم، میام این طرف چگالی رو به راحتی محاسبه میکنم. پس اول بریم سراغ دوتا نقطه سی و دی. پی سی بچه ها فشار در نقطه سی میشه همون فشار گاز مخزن یک. نگاه کنید اینجا وصل به گاز یک، پس میشه 1.4 ضرب در 10^5 یا 140000 پاسکال برابر است با. در نقطه دی ما یک چگالی، یک ستون مایع دو رو داریم که 150 سانتیمتره. چگالی چقدر هست؟ 4. باید به صورت اس آی بنویسیم، یعنی ضرب در 1000 کنیم میشه 4000 ضرب در 10 ضرب در 150 سانتی متر. چند متر میشه؟ میشه 1.5 متر. 1.5 به علاوه فشار مخزن 2. فشار مخزن 2. خب بچه ها این میشه 60000. 60000 میره اون طرف، کم میشه از 140000. فشار مخزن 2 میشه 80000 پاسکال.
80 کیلو پاسکال یا 80,000 پاسکال. خب حالا که فشار مخزن دو رو به دست آوردیم، میریم سراغ دو تا نقطه A و B. P A برابر با P B. P A یه فشار مخزن دو رو داریم، وصل از اینجا به مخزن دو، فشار مخزن دو به علاوه اینجا هم یه روژه هاش داریم، رو یک جی زبدره هاش برابر با. در نقطه بی هم فقط فشار هوا رو داریم، اینجا هوا خواهیم داشت، فشار هوا. خب جایگذاری بکنیم، فشار مخزن دو که به دست آوردیم 80، این از اینجا این جایگذاری میکنیم، 80,000 پاسکال به علاوه یه رو یک مجهوله و جی ده، ارتفاعمون 8 دهم برابر با فشار هوا هم 90,000 پاسکال هست. 90,000 منهای 80,000 میشه 10,000، 10,000 تقسیم بر 8 میشه 1250 کیلوگرم بر متر مکعب. که این رو میخواستیم به گرم بر سانتی متر مکعب تبدیل بکنیم، کافیه تقسیم بر 1000 کنیم که میشه 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب. و اما آخرین سوال این جلسه، گفتیم در شکل زیر آب و جیوه در حال تعادل هستند، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟ ببینید فشار هوا توی این نقطه خواهیم داشت و مشهول ما هست. بچه ها به نظر شما ما این دوتا نقطه رو ابتدا بنویسیم، A و B یا C و D رو؟ اگه بخوایم این دوتا نقطه رو بنویسیم، یه فشار هوا مشهول داریم و یه فشار مخزن دو که میاد اینجا، پس کار درستی نیست. ما باید از این شروع بکنیم، از این لوله یو شکل. خب وقتی پی سی و دی رو ما برابر قرار بدیم، فشار مخزن دو رو به دست میاریم، بعد آ و بی رو که می‌نویسیم مخزن دو رو داریم و فشار هوا رو محاسبه خواهیم کرد. بچه‌ها من پی سی و دی رو بنویسم، بعد شما بگید که جایگذاری هامون بر حسب چه یکایی باشه. پی سی برابر با پی دی. پی سی مون ما فقط فشار مخزن یک رو داریم در نقطه سی، پس میشه فشار مخزن یک برابر با. در نقطه دی ما یک ارتفاع آب داریم، فشار آب، پی آب، به علاوه در این نقطه هم فشار مخزن دو رو داریم، فشار مخزن دو. خب این سه تا فشار رو بچه‌ها بر حسب چه یکایی قرار بدیم؟ باید اینجا بر حسب سانتی متر جیوه قرار بدیم، چون خود سوال هم فشار هوا رو سانتی متر جیوه از ما خواسته. از طرفی اینور ما جیوه داریم و این طرف هم فشار مخزن یک رو هم بر حسب سانتی متر جیوه داده، پس منطقی است که هر ستاش رو سانتی متر جیوه قرار بدیم. این 80 هست. فشار آب رو باید تبدیل کنیم به سانتی متر جیوه. باید ببینیم این 27 سانتی متر آب معادل چند سانتی متر جیوه هست، یعنی چقدر جیوه به جای اون 27 سانتی متر آب قرار بدیم که همون فشار رو ایجاد کنه. پس ما باید اینجوری بنویسیم دیگه، بنویسیم روی آب جی هاش آب برابر است با روی جیوه جی هاش جیوه. خب طبیعتاً جی با این جی ساده میشه، روی آب یک هست، هاش آب 27، روی جیوه 13.5 و هاش جیوه مجهول. از اینجا هاش جیوه به دست میاد، 27 تقسیم بر 13.5 میشه 2 سانتی متر. یعنی ما کافیه اون 27 سانتی متر آب رو برداریم، به جاش 2 سانتی متر جیوه بذاریم که همون فشار رو ایجاد بکنه. پس فشار آب چقدر شد؟ 2 سانتی متر جیوه به علاوه فشار مخزن دو. خب بچه از اینجا فشار مخزن دو چقدر میشه؟ میشه 78 سانتی متر جیوه. حالا میریم سراغ نقطه A و B. P A برابر با P B. نتیجه P A، بچه در نقطه A چه فشاری رو داریم؟ فشار مخزن دو، P مخزن دو. در نقطه B ما یک فشار جیوه داریم که 5 سانتی متر جیوه است دیگه، فشار هوا هم که مجهوله میخوایمش.
فشار مخزن دو رو به دست آوردیم، اینجا جایگذاری میکنیم. 78 برابر با 5 به علاوه فشار هوا. خب کافی این 5 رو از 78 کم بکنیم، فشار هوا رو به دست میاریم، 73 سانتی متر جیوه. پس ببینید توی این سوال ما بر حسب سانتی متر جیوه کار کردیم همه یکاها رو.